و ما در رابطه با تصمیم سه کشور اروپایی مبنی بر فعال کردن مکانیزم حل اختلاف در توافق اصلی 2015 قدرت های جهانی با ایران بخش فارسی صدای آمریکا با جیمز فلیپس پژوهشگر ارشد بنیاد هریتیج گفتگوی داشته و از او پرسیده آیا چشماندازی برای حل اختلاف وجود دارد به نظرم امکان رسیدن به یک توافق وجود دارد اما تردید دارم که رژیم کنونی ایران مایل به رسیدن به چنان توافقی باشد دست کم تا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام شود چنانچه پرزیدنت ترامپ در انتخابات پیروز شود آنها گزینه جز تعامل با او نخواهند داشت اما به نظر من تهران امیدوار است دولت در واشنگتن تغییر کند و یک رئیس جمهوری از حزب دموکرات جانشین آقای ترامپ شود که بتوانند به همان توافق هسته پیشین با کردند این بخشی از استراتژی آنهاست اما تردید دارم که چنین اتفاقی بیفتد